اینجا نقطه صفر مرزی در اسلام قلعه هرات می باشد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور طی سفرش به هرات با مهاجرین برگشت کننده از ایران دیدار نمود. وی هدف از سفرش به هرات را شنیدن چالش های مهاجرین و همچنان رسیدگی به مشکلات آنها عنوان می کند. اسلام قلعه نه د خپل مهاجرین استقبال لپاره او د مسافر ورونه لپاره راغلی چې موږ وګورو چې د کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي او د سپری نقطه نه دی ته موږ د ماموریت چې دی او د ماموریت مشکلات مسائل او د نوې مهاجرین لپاره د استقبال او د دې هغه لیکنه او د دې لپاره باندې ان شاء الله موږ هغه ته چې موږ په توان کې ان شاء الله امارت اسلامي غواړي چلته یو نوې ترتیب جوړ کړي د مهاجرین دراتک او د مسافرین لپاره. سرپرست وزیر مهاجرین کشور از کشورهای همسایه خواست تا با مهاجرین افغان برخورد نیک داشته باشند. ټول ګوانډیون نزد دا توکل رما دینم دا خوښ ته چې دینه بندا هله کومه چې د افغان ورونه مهاجرین څخه سلوک وکي همکاري ورته وکي او د افغانستان ته به عزت ډول رستانه شي او د ټول مال او سامان او د اولاد او د کورنۍ او لکه څنګه چې د تلویق کلا دی ورته خامل ما پلنه کړی وه اوس هم دی ته د افغانستان د تګ دپاره ښه لاره او ښه امکانات برابر کړي. با این حال شماری از مهاجرین عودت کننده از کشور ایران از امارت اسلامی افغانستان میخواهند تا در زمینه اشتغال زایی در داخل کشور تلاش کنند تا شهروندان افغانستان دیگر به کشورهای بیگانه مهاجر نشوند. از امارت تقاضا دارن که با ما کار جور کنه، کاروبار رو برا کنه که ما هم اینجا بتونم کار. دولت امارات اسلامی ما پول امرو ما کم و زیاد نداریم، اگه بتونه پول کمک کنه هم نیاز داریم. گفتنی است که سرپرست وزارت مهاجرین همچنان از شهرک سعادت مهاجرین در ولسوالی زندجان نیز بازدید کرده است. مایان داره نیروی کار اسبای غیر مجاز جریمه خواهند شد. طبق ماده 181 قانون کار به کارگیری اسبای غیر مجاز روزانه 1,194,000 تومان نزدیک به 1,200,000 جریمه داره و ما امروز در این طرح ضربتی حضوراً در شهرک صنعتی پروند حاضر شدیم که این کار رو امروز در همین صحنه از امروز وقوع جون یعنی به کارگیری اسبای بیگانه انجام بدیم. خودش کجاست؟ تموم شده این. به جز واحدهای صنعتی، واحدهای صنفی و ساختمانی نیز مورد بازدید قرار گرفتند. اخراج مهاجرین افغان از ایران. مسئولین گفتند که حتی به مهاجرین افغان خانه کرایه داده نشود. شفاخانه ها نمی توانند که مهاجرین افغان را مورد تداوی قرار بدهند. حتی به مالکان خانه هشدار دادند که به مهاجرین افغان هیچ کسی نمی تواند خانه ها را گروی و یا کرایی بدهد. اگر صاحب خانه به مهاجرین افغان خانه ها را کرایه بدهند به مدت 90 الا 180 روز حبس می شوند. سلام برسه دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشید. نان است نان، نان روزی نیستک، نان است نان روزی آسمانیستک، روزی در دست کسی نیستک، روزی سر افغانی ها نان در نانبویی بند کده خدا انتالا روزی در آسمان تعیین کده بر انسان. روزی ضرورت نیستک، روزی رایی که نان از این نانبویی نیست، اون نانبویی از یک جای نیست، از یک جای افغانی از چاره خدا میکنن. خدا و انتالا سر شما روزی را انشالله که در آسمان بسته خواه کده. نان در نانبویی سر افغانی بسته کده. نان درست است، نان بسته کده مگر روزی آسمانیستک. میگه فلانی کافر است، فلانی مسلمان است، من کسی دیگر را نمیگم. در کشورهای کفری برو، نه سر مسلمان را نان بند است، نه سر کافر بند است. هر کسی میتونه که خریداری نان کنه. این خود کشور اسلامی میگه. سر افغانی، افغانی مسلمان است، سر افغانی نان بند کرده که در افغانی در نانبایی گرفتی نان نتیشه. از مشاورین املاک شهرستان بنده میخوام که به هیچ عنوان برای گرفتن منزل مسکونی برای اتباع غیر مجاز اقدام نکنند. حتما حضور اتباع غیر مجاز در داخل شهرستان یک تهدیده و ما با این تهدید با همه توان و ظرفیت شهرستان مقابله خواهیم کرد. 3 ماهه ویزای ایران گرفته بودم، ویزای سیاحتی یعنی گردشگری ایران و پاسپورت معتبر افغانستان. من از داخل تاکسی گرفتم با پاسپورت من، گفتم من پاسپورت دارم، من الان ویزای ایران گرفتم اومدم اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید که خوب و صحتمند باشین. بازم خوشحال هستم که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم.
قسمی که شما در جریان هستین در امی اواخر کشور ایران اخراج اجباری مهاجرین افغان را شدت بخشیده که واقعا بسا جای بدبختی است که هموطنان ما در هیچ گوشه دنیا آرام نیستند، بلخصوص در کشورهای ایران و پاکستان. در این هفته که گذشت تقریبا 30,000 مهاجر از کشور ایران و پاکستان وارد کشور شدند. 30,000 تن اجباری اخراج شده که یک بدبختی و واقعا یک ظلم نشان میده که هموطنان ما چقدر افغانهای بیچاره در سراسر دنیا بلخصوص در ایران و پاکستان سرگردان هستند. ما بارها گزارش نشر کردیم از ظلم وحشت و بدرفتاری نیروهای امنیتی کشور ایران که بارها ایرانی ها در کامنت ها به ما پیام گذاشتن که ما پسند میکنیم. ما مدون احسان شما ایرانی ها و همچنان ایران پاکستانی ها هستیم که در ایران بیشتر از 5 میلیون افغان های ما در کشور شما زیست دارن، زندگی دارن. این هم یک احسان شماست بالای ما، به خاطر که ما در کشور خود مشکلات فراوانی داریم از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی و همچنان از لحاظ بیکاری. ما بارها حکومت ما، حکومت های دیگر از شما ابراز تشکری کرده، اما پلیس شما، نیروهای امنیتی شما با مهاجرین بیچاره افغان، با جوانان ما، با نوجوانان ما که در کشور شما میایند، با اینها درست برخورد نمیکنند. اگر اخراج میکنین، این حق مسلم شماست و مطابق قوانین و قواعدتان میتوانین که هر مهاجر غیر مجاز را شما اخراج کنین. این در تمام دنیا مروج است، مطابق قانون خود کشورها عمل میکنند، مهاجرین بدون اسناد را خارج میکنند یا اخراج میکنند، مشکل ندارد. اما که پلیس و مامورین امنیتی شما با نوجوانان ما، با جوانان ما در روهای سرک، در جاده های تهران مثلا مشهد و اصفهان و شهرهای دیگر، به پیش خود شما، شهروندان شما این گونه برخورد میکنه، این یک وحشت نشان میده و باید پلیس زمانی که یک افغان را دستگیر میکنه باید به گفته شما در پازگاه ببره و از اونجا اخراج کنه. ما مشکل نداریم، به خاطر از این که اگر غیر قانونی در کشور شما میه، شما حق دارین که باید اخراج کنین. اما لطکوب کردن، زدن، مثلا توهین کردن، در تولبکس موتر انداختن، با او بالای گلوی از او پای خود را گذاشتن و او را خفه کردن، این یک ظلم است، وحشت است و این به هیچ انسان روان است که ما با برادر مسلمان خود که بالخصوص افغان ها است، شما ایرانی ها، مامورین امنیتی شما با ما این گونه برخورد بکنند. در این اواخر شبکه جهانی طلوع نیوز یک گزارش را نشر کرده که یک خانواده را مامورین امنیتی پلیس ایران از کشورشان به زور اخراج کردند که کودکان خردسال از اینا مثلا 1 ساله، 2 ساله و 5 ساله در کشور شما باقی مانده، که یک درد است، یک ظلم است، یک بربریت است. به می اساس ما خواستیم که این گزارش را به شما بیننده های عزیز نشر بکنیم. شما هم امی گزارش را که شبکه جهانی طلوع نیوز نشر کرده شما هم ببینین. در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. حکیم 3 سال پیش با خانواده‌اش به سوی ایران رفته بود. مشقت‌های دوران مسافری از ظاهرش پیداست. 20 روز پیش خواهرش را پلیس ایران بازداشت کرده بود. خبر شد که کنار از داخل خانه گرفتند. دیگه ما سر کار بودیم. دیگه در خانم نارسیده آمدیم که وقت اینا را گرفته. دیگه ما فرصت پیدا نتونستیم که بیم در خانه خود ریزه اینا را بگیرم. تا گفتم که در خانه بیم، گشت آمد مرا گرفت. او، خواهر و خانم برادرش رد مرز شده اند، اما کودکان خودش و خواهرش در ایران باقی مانده است. 4 تا اولادم در ایران مانده، یکیش 1 سال است، یکیش هم 4 ساله، یکیش 6 ساله، بزرگش 9 ساله. اونا اصلا اونجا یک خانم مانده که همون سرپرستیش می دیگه ایش کس هم نیست. ایران اخراج میشه، او هم خانم ها و خواهر از این مرد و همچنان کودکان خردسال از این در کشور ایران باقی میمونه. حالا این خانواده تقاضا داره که
امو خانواده امو کودکانشان را پلیس مامورین امنیتی خواهم قدر مردانگی و هم همسایگی خود ادا بکنین، حداقل می اولادای از ایران خو بیارین و تسلیم از اینها در این طرف مرز و به خاک افغانستان تسلیم خانواده کنین، حداقل دل از اینها قرار بگیره که از کودکان از اینها سوء استفاده صورت نگیرم. به می اساس کشور ایران و همچنان وزارت داخلی ایران گفته است که به هیچ افغانی باید خانه به کرایه داده نشه و همچنان گروی داده نشه. در مراکز صحیح باید افغانهایی که غیر مجاز بگفته از اینها است باید مورد تداوی قرار نگیره، که این هم یک بدبختی است. در این اواخر یک کاری بسیار دیگری که واقعا دردآور است به افغانهای ما شده، خصوصا با مهاجرین، کارت‌های بانکی از اینها، کارت‌های الکترونیکی از اینها بند شده و همچنان سیمکارت‌های هموطنان ما در کشور از اینها، مهاجرین افغان در کشور ایران بند شده. این هم یک بدبختی و یک ظلم است. امیدوار بر این هستیم که حکومت امارت اسلامی افغانستان بالخصوص سازمان مهاجرتی بین‌المللی باید با ایران در مورد مهاجرین افغان صحبت بکند تا باشد که دیگر مهاجرین افغان مورد آزار اذیت قرار نگیره. اگر اخراج میکنن، اگر دیپورت میکنن افغانهای ما را از کشور خود به طور انسانی، به طور مسلط آمیز، به طور که به یک انسان برخورد میشه، باید با اینها برخورد صورت بگیره. ما با کشورهای همسایه بالخصوص ایران و پاکستان هیچ نوع مشکل نداریم و مشکل ما با برخوردهای غیر قانونی است که مطابق قوانین بشری، مطابق قواعد مهاجرتی با افغانهای ما در کشورهای همسایه برخورد نمیشه. این با ما دردآور است. به می اساس تصاویر ما جمع‌آوری کردیم، شما هم برین ببینین، باز هم با ما باشد و همراهی ما نمایید. اما در حالی که مسافر بودند، در حالی که مجاهد مهاجر بودند، باز هم در زمان قدیم دوران روس‌ها و آمریکایی‌ها که مهاجر شدند آرام ننشستند، خواب نکردند، راحت نبودند، تلاش کردند، زحمت کشیدند. ما از کشورهای همسایه‌مان تشکر می‌کنیم، راستی در قبال تعلیم و تربیت جوانان ما کار کردند. دکترها داریم، مهندس‌ها داریم، چه در پاکستان و چه در ایران اسلامی ما داریم، اما عملکردهای اخیرشان با عودت کنندگان، با مهاجرینی که قبلا در دوران روس و آمریکا رفته بود و عودت کنندگانی که بعدا برفتن به خاطر مشکلات وطن و مشکلات خودشان که اقتصاد ما را استعمار از ما گرفته است و ما را به ما مسترد نکرده است، پولهای ما همه به دست استعمار گران قرار گرفته است و ملت هم دست خالی است، با همین دست خالی می رود. اما برخورد اخیر همسایه های ما قابل قبول نیست. یقینا باید این را بگویم، ای همسایه هایی که در کنار ما هستین، رسم اخیره که شما با مهاجرین میکنین، چی در پاکستان که مردم مهاجر را از خانه هایشان میکشن میبرن زندان میکنن، و چی در ایران که یک مشت ویلگرد ها آدم های بی بندوبار در کنج کنار خیابان بچه های مظلوم ما، مسافر ما را اذیت میکنن، و چی نهاد پلیس های هر دو کشور. ما کار به مسائل بزرگان نداریم. من حرفم این است برادران عزیز، ما این سخن را برای آخرین بار و اولین بار از طرف ملت افغانستان میگوییم که ما اجازه موج سواری را نه برای ایران انترنشنل، نه برای افغان انترنشنل و نه برای بی بی سی و جاهای دیگر میدهیم. ما خود ما زبان داریم، از مردممان دفاع میکنیم، از مردممان سخن در رابطه به ایشان میگوییم و حقوقشان را مردانه میخواهیم. این مسئله است که ما در ضمن که میخواهیم
عرض کنیم عملکردهای قبلی پلیس ها، عملکردهای قبلی ویلگردهای خیابانی را محکوم میکنیم در رابطه با مسافرین مظلوم افغانستان. ولیکن این را میخواهیم بگوییم، ای سران کشورهای همسایه، رسم همسایه داری اذیت و آزار نیست. شما باید از طرف صدای مردم افغانستان را بشنوید که این مردم میگوید این کاهایی که مسافر شدند، اینهایی که آمدن آواره در منطقه های شماست، بدانید که اینها مردمانی هستند که قبلا صاحب نداشت، کشور حکومت نداشت، ولی الحمدلله فعلا حکومت دارد، صاحب کشور صاحب دارد، یقینا قضیه را بازخواست خواهد کرد. و این را به آزادی میگویم که هر تصمیمی در قبال عودت کنندگان اگر امارت اسلامی بگیرد، ملت با ایشان هم نوا خواهد بود و به صدایشان لبیک خواهد گفت. ولی یک سخن دیگر را در قبال مهاجرین میگویم، مهاجرین یا مسافرینی که در کشورهای دیگر و پناهنده یا آواره شده اید، من آزادانه میگویم کشور فعلا آرام است، امنیت وجود دارد، بیایید در کنار مردمتان، بیایید این خانه های نیمه و ایرانتان را با دست های توانا و بازوهای توانمندتان که دیگر کشورها را آباد میکنید، بیایید خانه های نیمه و ایران خود را آباد کنید، بیایید. دیگر کار ندارم به چه اندیشه از کشور می روید، کار ندارم به چه فکر از کشور می روید، ولی برای آخرین بار عرض می کنم، ای عزیزانی که خود را مسافر می سازید، برگردید به وطن، دیگر مادری وطن را یتیم نسازید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ولا ما تر خبر نه در رپورت تقریبا شي وي چې یو دو درې مشپک مې شي کیر چې ایران راغلی ما خوش دي ایران کې مولا چې خوش دي رښتیا ایران څه خبر وو ایران کې ولا بس خو نو بس افغانستان وای تیر زمون ځوانان مهاجرین زوروي ولا زکه دې زوروي ولا چې ولا د شل چې دا غیا نشته د پښتنې توګه نشته د پښتنې توګه کې پوښلې تقریبا یو دوه درې ورځې مخکې افغانۍ د هلمند ولایت بیچاره ادام کړی وو ادام کړی وو پوښلې بس زه سخه پکړل مله پوښلې موږ استاد خپل وطن کې ډېر کاروبار دی ښه غره چې مسا خبره کار وکړو هغه وکړو پوښلې بل دي کې نشته دې کې ډېر کاروبار دی موږ تاسو روانو چې ایران ته روانو چې هغه ته روانو چې قاچاقي پوښلې موږ ته خپل وطن کې ډېر کاروبار دی پوښلې څو میاشتې هلته تقریبا ما یو درې څلور میاشتې وم هلته درې څلور میاشتې مې لاړم یو دوه ګېمې ترکیې ته ووهلو ترکیې ته لاړم بس ونه شو نصیب هم نه وو افغانان زمونږ افغانان هلته څه کار کوي څه کارونه هلته داسې کارونه کوي چې کتلو ته نه کېږي ډېر داسې ګډوډ کارونه دي پوښلې افغانستان کې ماشه ډېر ښه کارونه دي پوښلې هلته چې لاړ شي کله یو ساختمان سر کې لګیا کله یو کې بس صحیح کار نه دی څوک کبال ټول څوک کوي پوښلې موږ استاد افغانستان کې ډېر ښه کاروبار څوک وکړي پوښلې مثلا د ایرانیان وایي چې د افغانان راځي دلته خلاف کارونه کوي یا رښتیا دی او دا خبره ده څه کارونه مثلا خلاف خلکو مثلا خلکو سبات کارونه کوي د خلکو او ماشومان تر ځنه غزنا کوي هغه کوي پوښلې غلاګان کوي هغه کوي پوښلې او ولا بد کار خو دې تاسو څه وای نه څه پیغام لري ځوانان چې خپل وطن پریدي زی بهر ملکو ته مثلا دلته چې یو کراچواني او یو نور کارونه یو 200 وخت غټي د ورس کې څه وای نه لري ځوانان ته د ځوانان دا وای نه غواړم چې مثلا خبر خپل وطن پریني خپل وطن کې چې 200 سل په پیدا کې شکر دی او باسي پوښلې هغه خپل پردي وطن چې نه جوړیږي قدر ترڅو بلد کار دلته سپی قدر شری افغاني قدر نشته دی سپی قدر شری افغاني قدر نشته دی پوښلې او ځوانانه دا غواړم چې افغانستان مسخه تل کارو کی سله په پیدا کې ډیر شکر وباسي سله په تاسو ما ویډیوګان کتلې دي چې دا ځوانان مثلا پولیس ایران چې کله ګیرکوي هغه نیسی بیا وهل تکل کوي ولی دا کارونه کوي ولا ډیر ځلم کوي سره دا باید ونه کړي دا باید ونه کړي بس څه ویم بس قاچاق لاره ده پوښلې بس زمونږ وطن ته مثلا پاکستانیان ایرانیان خارجیان راځي مثلا انسانان لري که نه لري مونږ سره خو ښه چلند ورسره کوو مونږ او تاسو سره ښه چلند کوو ښه خدمت ته کوو ښه غیب ته کوو او مونږ او تاسو هلته راشو بس ټکی مو هغه کوي ډېر بېزت یم کوي پوښلې بس الله دې افغانانو باندې ورحمېږي پوښلې ایزان جهان سپاس تا اینده هم با ما بدین تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم با امید روزی هستیم که بخیر
هیچ افغان ما در کشور ایران و در کشور پاکستان نمانه و بیاین در کشور عزیز خود و در اینجا در کنار دیگر برادرها و افغانهای خود زندگی بکنند تا باشد که دیگر دست پلیس ایران و پاکستان بالای افغانهای ما بلند نشه و افغانهای ما را مورد آزار و اذیت قرار نده. بازم ما مدیون احسان کشورهای همسایه است، کشورهای همسایه خود هستیم، بلخصوص ایران و پاکستان، به خاطر در طول 40 سال افغانهای ما را در کنار خود جا دادین. اما لطفاً با اینها برخورد زشت و نادرست و ناانسانه نکنین، به خاطر از اینکه اینها به خاطر یک مجبوریت، به خاطر بیچارگی، به خاطر اردم شهیدی، به خاطر نبود کار، به خاطر مشکلات امنیتی و به سایر مشکلاتی که این افغانهای ما دارن در کشور شما پناه میارن و باید مثل مهمان، مثل یک دوست و مثل یک برادر، مثل یک همسایه با ما برخورد بکنین، به خاطر که هیچ افغانید که هر نوع خارجی در اینجا آمده بجز از خارجی های نظامی که بالای ما خدا نا تجاوز کرده ما در مقابلش استادگی کردیم، اما مهمان که آمده ما بالای چشمان خود جا دادیم و همواره از خارجی ها، از ایرانی ها، از پاکستانی ها، از کشورهای دیگر که آمدن خارجی ها ما احترام کردیم، عزت کردیم. چند قبل یک یوتیوبر ایرانی در افغانستان، چندین یوتیوبر بلکه یک یوتیوبری که بسیار در شهر کابل و ولایت‌های افغانستان گشت و گذار کرد، آمد دید از وضعیت، از مهمان نوازی، از دوستی و محبت هموطنان ما بارها اینها تعریف کردند و افغانها تاریخ دارند، افغانها مهمان نواز هستند، افغانها انسان دوست هستند. اما بعضی افغانهای ما که در کشور ایران کدام کار خلاف انجام می‌ده، شما با اون نظر تمام افغانها را نبینین. ما داریم بعضی افغانهای ما که کارهای خلاف انسانیت و بشریت انجام میده، اما اون نمایندگی از تمام افغانها نمیکنه، از تمام افغانهای شملدار با عزت افغانستان نمیکنه. امیدوار بری هستیم که وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در قسمت این برخوردها خاموش ننشسته و صدای خود را بلند بکند تا باشد که دیگر پلیس ایران با مهاجرین افغان در روی سرک، در روی جاده، در نزد مردم هم این گونه برخورد نکنه و باید برخورد دوستانه و محبتانه. اگر اخراج میکنن مشکل نداریم، ما کسایی که ویزه ندارن از کشور خود اخراج میکنن، این حق شماست، ما در این مورد کدام اعتراض نداریم، اما باید برخورد انسانی باید با هموطنان ما، با مهاجرین افغان بکنین. با امید سربلندی و سرفرازی، با امید که چه افغان ما در هیچ کشور دنیا نمانه، شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متعدد.